سلام خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین ماگنت. متداول‌ترین نوع مهاجرت به استرالیا مهاجرت کاری می باشد که این دسته از ویزاها ویزاهای امتیازی هستند. به این معنی که داشتن حداقل 65 امتیاز برای دستیابی به ویزا الزامی می باشد. نکته مهمی که وجود داره اینه که شما به هر میزانی که بتونین امتیازاتتون رو افزایش بدین میتونین با سایر متقاضیان در شغل مشابه رقابت بکنین و دولت استرالیا با توجه به تعداد مورد نیاز به افرادی دعوتنامه میده که امتیازات بیشتری داشته باشن. به طور خلاصه پروسه و فرایند مهاجرت از طریق ویزاهای کاری به 4 مرحله تقسیم میشه. مرحله اول گرفتن ارزیابی از یکی از سازمانهای ارزیابی، مرحله دوم ثبت EOI، مرحله سوم دریافت دعوتنامه و مرحله چهارم درخواست ویزا. مهمترین قدم در این پروسه گرفتن ارزیابی با توجه به مهارت شما در یکی از سازمان‌های ارزیابی می‌باشد که این سازمان‌های ارزیابی علاوه بر تایید مهارت شما، میزان سابقه کار که باعث مشخص شدن امتیاز سابقه کار هست رو هم بررسی می‌کنند. سازمان‌های ارزیابی با توجه به دستورالعمل‌های خود شیوه‌های متفاوتی رو برای ارزیابی مهارت شما در نظر می‌گیرند، ولی مدارک عمومی مورد نیاز برای این سازمان‌ها مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و مدارک کاری هست که هر کدوم از سازمان‌ها با توجه به دستورالعمل‌های خود می‌توانند مدارک بیشتری را از متقاضیان طلب کنند. بعد از دریافت ارزیابی مرحله ثبت EOI می باشد که در این مرحله امتیازات متقاضی اعلام می شود و داشتن نمره زبان در این مرحله الزامی است. متقاضی می تواند در این مرحله برای ویزاهای کاری 189، 190 و 491 اقدام کند و برای ویزاهای اسپانسرشیپ ایالتی نیاز است به صورت جداگانه فرمهای EOI برای هر ایالت ثبت شود. لازم به ذکر است که هر کدام از ایالت‌ها می‌توانند شرایطی را علاوه بر شرایط اداره مهاجرت استرالیا برای افراد در نظر بگیرند. متقاضیان باید بتوانند این شرایط در نظر گرفته شده را برآورده کنند. این موارد شامل ارائه نمره زبان خاص، تحصیل در خاک استرالیا و ارائه سابقه کار و یا زندگی در استرالیا می‌باشد. مرحله بعدی دریافت دعوتنامه می باشد که زمانی که با درخواست متقاضی موافقت شود برای وی دعوتنامه صادر می شود و متقاضی تا 60 روز فرصت دارد که به ثبت پرونده درخواست ویزا برای اداره مهاجرت استرالیا اقدام کند. در صورتی که در مدت این 60 روز برای ثبت ویزا درخواست نشود، دعوتنامه باطل شده و متقاضی مجدد برای عقد دعوتنامه باید اقدام نماید. مرحله آخر درخواست ویزا می باشد که در این مرحله اطلاعات تکمیلی شامل آزمایشات پزشکی، گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه نمره زبان همسر متقاضی درخواست می شود. در این مرحله هزینه های بررسی مدارک توسط اداره مهاجرت استرالیا باید پرداخت شود و در صورتی که آفیسر در پرونده متقاضی مشکلاتی مشاهده نکند، در پایان این مرحله ویزای وی و خانواده ایشان صادر می شود و متقاضی بین 9 تا 12 ماه فرصت دارند که اولین ورود خود را به استرالیا ثبت کنند و اقامت خود را در این کشور آغاز نمایند.